من اومدم پایین در حالی که خلیل داشت از روی دیوار فیلم میگرفت. یک خانوم با لباس سیاه از خونه بیرون اومد. اومد کنار دیوار و بعد هم اومد سمت درب ورودی در جلوی مجموعه. سلام، آیا صدای منو میشنوید؟ دارن به اون یکی درب میرن. سلام، نیک رابینسون از CNN هستم. حال شما چطوره؟ فقط یه نفر. فقط یه دقیقه باشه. اما اونها فقط منو راه دادن و من شوکه شدم. رفتیم به یک سالن بزرگ و بعد به یک اتاق کوچیک. فکر کردم میخوایم از پله ها بریم بالا، بعد بریم به یک اتاق کوچیک، از در رد بشیم و مقراخی رو اونجا روی صندلی ببینم. اما وقتی رفتم داخل، مردی رو دیدم که بی حرکت روی تخت خوابیده بود. دستم رو توی جیبم کردم تا دوربین دستیم رو در بیارم و شروع به فیلم برداری کنم. عبدالباسط مقراخی زندگی میکرد، اما به زور. ما فقط به اون اکسیژن میدیم. کسی ما رو راهنمایی نمیکنه. از طریق سرم تغذیه میشه. اگه نگاه کنی بدنی ضعیف شد. انتظار میدم که دو سال پیش بمیره. من هم در اون لحظه نمیدونستم چی کار کنم، چون انتظار داشتم با اون مصاحبه کنم، ولی نمیتونستم با کسی که توی کماست مصاحبه کنم. به نظر میومد که چیز زیادی تا پایان عمرش نمونده. سه دکتر در انگلیس گفته بودن فقط 3 ماه مونده، اما الان 2 سال گذشته. آیا پیش دکتر رفته؟ نه، دکتری نیست. کسی هم نیست که ازش بپرسیم. خط تلفنی هم نداریم که با کسی تماس بگیریم. الان وضعیتش چطوریه؟ دیگه غذا نمیخوره و بعضا میره تو کما. کما یعنی بیهوش میشه. اون همیشه میگفت که دادگاه عادلانه نبوده و اون بیگناه بوده. شواهدی که علیه اون نشون داده شد درست نبودن. از زمانی هم که برگشته بود دولت نمیذاشت با خبرنگاران در تماس باشه. وقتی برمیگشتیم احساسم این بود که اون واقعا داره میمیره و همش میره توی کما میاد بیرون و جواب همه سوالات ما باقی موند. سوالاتم این بود که اگر تو نکردی پس کی بود؟ کی به تو فرمان داد؟ آیا به تو گفته شد که همه چیز رو قبول کنی؟ آیا به تو گفته شد که تمام تقصیر به گردن توست؟ تو در تمام جهان بدنام شدی. چه احساسی در این رابطه داری؟ خیلی هنوز فکر میکنن که تو مجرمی، اما تو میگی که نیستی. خب چه احساسی در این رابطه داری؟ خب، اما دیگه ما پاسخی برای این سوالات نمیگیریم.